دوباره برگشتیم نیمروز شما ایزان بخیر باشد. امروز باز هم یادآور میشیم 13 میزان مصادف است به روز جهانی معلم و باز هم روز معلم از صمیم قلب به همه معلمین افغانستان مبارک باد میگیم و همچنان ما در این بخش برنامه باز هم مهماندار هستیم، مهمانان خیلی عزیز را در برنامه دعوت کردیم. امروز در برنامه در امتداد روز در کل برنامه را ویژه برنامه و مختص به روز معلم گرفتیم و معلمای خیلی مهربان را در برنامه دعوت کردیم که در این بخش برنامه دو مهمان خیلی عزیز داریم و دو استاد محترم در برنامه تشریف آوردن. شکوری از آزای معلم لیسه عبدالرحمن پژواک در برنامه هستند و همچنان پلوشه سمندری معلم لیسه عبدالرحمن پژواک در برنامه با ما هستند. سلام بر شما و روز معلم ما برتان مبارک میگیم. سلام بر شما و سلام بر تمام بینندگان که از طریق تلویزیون آینه ما رو تماشا میکنند. سلام، از زنده باشین. خیلی خوشحال هستیم که امروز شما رو در برنامه داریم. جناب استاد، به شما هم روز معلم مبارک باد میگیم. خوش آمدین به برنامه. قدم اول سلام به شما و به تمام همکارای شما و از طریق شما به تمام بینندگان تلویزیون که ما رو میبینه. از نخست روز معلم به تمام استادان افغانستان تبریک میگم. خدا کنه که یک روز خوش و خوب را سپری کنن. سلام، از زنده باشین. خیلی خوشحال شدیم که امروز شما در برنامه تشریف آوردین و ما هم بتونیم اندک قدردانی داشته باشیم از همه زحمات شما که در راستای معارف زحمت میکشین و متحمل خیلی از مشکلات شدین و امروز هم شما در برنامه تشریف آوردین و روز معلم را از صمیم قلب بازم برای شما باز مبارک باد میگیم و از همه تیم کاری در امتداد روز و همه همکاران ما که در پشت صحنه زحمت میکشن برای شما هم مبارک میگن روز مقدس معلمه. تشکر قربان شما. ما هم از شما تشکری میکنیم که یاد از معلمین کردین. سلامت زنده باشین. تشکر. معلم صاحب، حالا میشه شما برای ما بگوین که چند سال میشه شما در این راستا زحمت میکشین و معلم هستین؟ تشکر. ما تقریبا 23-24 سال میشه که ما معلم هستم و دمی عرصه میخوایم که مصدر خدمت شده و بتونم یک گوشه بسیار کم از خاک خوده خواهش میکنم آباد کرده بتانم. خواهش میکنم. شما واقعا قابل قدر هستین. حالا هر مصروفیت ها و هر مسئله که در اجتماع فعالیت دارد همیشه از برکت شما استادای محترم هستن. تشکر. سلام. شما جناب استاد چقدر وقت میشه شما معلم هستین؟ از ما 14 سال میشه که دمیرا ما خدا امروز استادای را که در برنامه داریم از چندین دهه بیشتر اینا فعالیت هایشان بوده در راستای معارف. ما در مسلک خودم خوش هستیم، راضی هستیم. خدا کنه که ما یک قسمت از جامعه را بتانیم که صحیح شوام. بدون شک که شما مسئول همه خوبی ها هستین. جناب استاد، میشه بر ما بگوین در این مدت 20 چندین سال کالا شما مصروف معارف هستین و شاگردای خیلی زیاد را توانستین به جایگاه مختلف برسونین. بر ما از این قصه کنین که اگر شوخی نکرده باشم، معلم بودن در مکاتب دخترا آسان است یا پسرا؟ حالا که شما مصروف درس دادن در مکتب پسرا هستین. تشکر. قربان شما. از ما کردم شاید برای خود شما هم بهتر باشن که تدریس برای طبقه، یعنی برای معلم تدریس طبقه ذکور و اناس یعنی یک برابر از یک سال است، اینقدر تفاوت نداره. از نگاه شما بودن، از نگاه شوق بودن دیگه. خدا یار جان بچه های جوان ما که نام خدا بی حد شوق و بازدهی اثر بچه های جوانی که مثلا ما سنفای 10 11 12 در درس میتیم شاگردای هستن که چون بسن قرار دارن که تو گپ پدر مادر خدا نمیشنون و ما کوشش زیاد میکنیم که از این طریق اینا رو بتونیم که به مورای که مثلا خواست فامیلاست و خواست خود ماست به مورا ما اینا رو کشانده بتونیم. بدون شک که شما توانستین شاگردای خیلی خوب تربیت کنین. از جمله یکی از همکارای خیلی خوب ما خیبر جانم که شما معلمش هستین و اونا شاگردتان هستی که از بهترین همکارای ما و پرتلاش ترین از همکارای ما هستن. خیبر جان راستی که بچه بسیار خوب، بچه بسیار با تربیت. دیگه ما هم از خیبر جان هم تشکری میکنیم که استادای خدا امروز قدر دادن و استادای خدا در رسانی خود دعوت کردن. ما هم ازشان تشکری میکنیم، زیاد ازش خوش هستیم، بسیار بچه با تربیه است. آها استاد، وقت شما شاگردایتان در چنین جایگاهی حالا میبینید که یکی خبرنگار شده و یکی دکتر شده، چی حس براتون رخ میده که شما وقت متحمل این همه زحمات شدین، زحماتتون هم فتن شده و شاگردایتان توانستن قدردانی کنن از زحماتتون؟ به خدا روزی که من شاگردای خدا یک موقعیت میبینم، حتی بعضی اوقات در راه موتر استاد میکنه شاگرد، نام خدا یک بچه جوان میبره به بسیار عزت احترام
احترام دروازه رو بر ما باز میکنه که استاد بفرمایین. یعنی واقعا در اونجا ما هم افتخار میکنیم، خوش میشیم و به خصوص در یک موقعی که مثل خیبر جان یا مثل دیگه شاگردان، مثل که ما در یک شفاخانه میریم یکی از شاگردای خود میبینیم، واقعا زیاد خوش میشیم و افتخار میکنیم به مسلک خود که ما توانستیم که همینقدر مثلا یک شاگرد را تربیت کردیم که امروز میتونه که یک مریض ما را تداوی میکنه و یا یک شاگرد ما که میاد دوباره همراه ما معلم میشه، او هم بر ما افتخار است که شاگرد خود در پالی خود میبینیم که همراه ما دوش دوش ما تدریس میکنه. واقعا خوش میشیم. بدون شک جناب استاد، شما قبلا یادآور شدین که معلم بودن وظیفه مقدس است، مگر مشکلات خودم داره میشه شما از مشکلات معلمین هم صحبت داشته باشید؟ بعض استادای ما هست که در خانه مشکل دارن، رایشان دور می باشه، اینی مشکلات هست که گفتم من هم فعلا خودم راضی هستم، اما همکار ما استاد شکریه جان که میگن اما این خودش خوش نبود که این مسلک پیش ببرم. میشه از مشکلات معارف در کل شما صحبت داشته باشین که معارف افغانستان چی مشکلات دارد و همچنان معلمین ما کلقدر زحمت میکشن، کدام مشکلات را اینا دارن؟ مشکلات ما در این عرصه یک ذره زیادتر داریم، برای از اینکه میگن که مثلا شاگرد موش قیچی نشه، مثلا شاگرد کوشش کنین که زیاد محروم نشه، یعنی یک تاثیر سر طبقه جوان، سر می بچه ها تاثیر کردن، مویایشان زیاد است و متوجه در زیادتر نمی باشن. یعنی می مشکلات ها را ما در معارف خود داریم، همی فعلا پیدا کردیم، سابق قطر نبود، احترام استاد بود در حد تجهیز دادن. چطور جناب استاد مثلا شما در وقتش وقت زمان تدریس شما میرین کتاب های شاگردان مکمل هست، صنف های درسی برشان هست، امکانات در معارف وجود دارد؟ ولی در مکتب ما کتاب هم داریم. مشکلات که بی کتابی است، اکثر اوقات شاگردای ما برشان کتاب نمیرسه، کتاب و شکل که پوره برای تمام شاگردا برسه به اون شکل کتاب نداریم. دیگه صنف های ما هست، صنف هم داریم، منتها میز و چوکی یک ذره ریخته و پاشیده شده، باید اینا یک ذره ترمیم شوه. دیگه برای شاگردا یکمک به حساب می اگر تهدید بگویم خوب نمیشه، باید یک ذره سرزنش شوه. همین مسائل که برشان، همین موضوعی که پیشتر برای شما من یادآوری کردم، یعنی یکمک سر روحی شاگرد تاثیر کرده، یکمک بی تفاوت شدن شاگرد. و میشه از ساعتهای درسی شما یادآور شوید که در کل چند ساعت شما برای شاگردان تدریس میکنین و میتونین اون موضوعات را کالا در یک مضمون دخیل شما بتونین در این موضوعات برشان برسونین؟ بله، خب مضامین که فرق میکنه. و تعداد شاگردان هر سن چقدره؟ تعداد شاگردان از 45 نفر بالا نیستن. مشکل در تدریس نداریم، صنفا خوب هستن، تدریس میکنیم، اما مشکلی که هست که اما بعض فامیلا هست که توجه در مقابل اولاد ندارن. اگر کم استادا سرزنش میکنه، باز ببینی که از طریق فامیلا در مکتب میرسن که چرا سرزنش شده یا چرا زیاد دیگه گپایی که هستن که باید ما بفهمیم که تربیه شاگرد تنها در دست معلم نیست، بلکه در دست فامیل ها هستند که اگر 3 ساعت نجومی در پیش در مکتب هستند، متباقی خود در پیش فامیل ها هستند. باید فامیل ها یک ذره توجه جدی در مقابل اولاد خود داشته باشند. استاد، اگر به نظر فکر کنین این وظیفه چقدر مقدس است و چقدر این وظیفه جنجالی است، شما با این همه موارده که در فامیل ها هستین، مثلا شما یک مادر هستین، مسئولیتتان بیشتر از در مقابل فامیلتان، حالا وقت شما مکتب میرین و فکر کنین که مادر چندین شاگرد شما هستین؟ ولی خب واقعا که ما مادر معنوی هستیم، همه قدر که ما مثلا سر اولاد خود کوشش میکنیم، باور کنین که 3 چند و 4 چند ما سر شاگردای خود زیاد کوشش کردیم، شاید شاگردای ما از طریق همی رسانه ما را ببینن، تماشا کنن، یعنی که ما برشان واقعا میگم ما شاید بفهمنم کراسی که می استاد ما و این خود صفتی خوب نیست، زیاد کوشش میکنیم سرشان، زیاد کوشش میکنیم که برای شاگرد ما یک چیز ما فهمانده بتونیم. اما به گفته استاد بزرگوار که فامیلا باید یک ذره توجه داشته باشند در ایسی اولاد خود، از اولاد خود بپرسند که مثلا امروز مکتب رفتی، چی خواندی، کدام مضمون خواندی، کدام مضمون برات تدریس شد، کارخانگی داده شد، یک کمک کل اولاد خود با خبری بکنن، این یک همکاری همراه ما هست. این شما باور کنید که ما قدر برای اولاد خود ولاگ برسیم. خودم از شهرک عربا ما طرف بینیسار میرم، یعنی در مسیر خود من 3 مترم طی میکنم، 5 بجه صبح من از خانه میبرایم، تاریکی میباشه در مکتب، یعنی اولین معلمه که در مکتب میرسه من هستم. یعنی اگر فامیل والدین یکمک همراه ما همکار باشن شاید خوبتر باشه. پس همین جمله درست بوده که گفتن مثلا معلمی مسلک نیست، عشق
شما فکر کنید 5 بجه به مکتب میرسید وار کنید 5 آل خود تاریکی هم از چراغه که موبایل خود روشن میکنم من از اینا پایان میشم برای از اینکه بینیسار برای ما بسیار دور است. آها جناب استاد میشه شما برای ما بگین که کدام انگیزه براتون رخ داد که بیاین از این همه مسلکی که در یک شما وجود داره شما وظیفه مقدس معلمی را انتخاب کنید؟ خودم هم علاقه داشتم و فامیل علاقه داشتن که ما معلم شویم. شما کدام مضمون تدریس میکنید؟ مضمون فیزیکه. و مضمون خیلی مشکل هم هست که من اگر استادانم بینندی برنامه باشن خیلی مشکل در مضمون فیزیک و مثلثات و همچنان ریاضی داشتم. یه خیلی مضمون مشکل است و شما مسئولیتتان بیشتر میباشد برای شاگرده باید فامنده بتانه این موضوعات را؟ انشالله میفهمن و کوشش خود میکنیم تا حدی که میشه ما کوشش میکنیم که بر شاگرد یک چیز را انتقال بدیم یک چیز را بفهمن من تا یک بدبختی که هستک لابراتوار نداریم مواد که باشه باید زنده تدریس شوه تجربه عملی کار شوه اینمی بدبختی هست که لابراتوار مواد نداره. آها انشالله که این همه مشکلات شما رفع شود و شما بتانید به همون گونه درستش برای وظیفتان رسیدگی بتانید. جناب استاد میشه برای ما شما بگوین که یکی از خاطرهای خوشتان در مدت این همه زمان که 23 سال یا 24 سال میشه شما منظر خدمت به معارف افغانستان هستین برای ما یادآور شوین که بدون شک شما خاطرات تلخ هم دارین در این رشته تان و خاطرات خوش هم دارین؟ خاطرات خوش همی که مثلا یک شاگرد ما در یک مقام میرسه اینم یکی از خاطرهای ماست یکی از آرمانهای ماست که ما بتونیم که شاگرد تربیه کنیم که دوباره پس برای خود ما خدمت کنن. من همیشه در سند برای شاگردهای خود میگم که من با این مقدار پول کمی که مثلا معاش دارم نمیتونم که مریضی خود به هند تداوی کنم و یا به پاکستان برم. من شاگرد تربیه میکنم که شاگردم برای خود مرا تداوی کنه برای ما بازو شوه آسای پیری ما من اولاد خودم تر آسای پیری برای خود فکر نمیکنم که شاگرد خودم تر فکر میکنم. تا حد امکان کوشش میکنیم حتی ما از مواد محیطی که مثلا به دسترس ما قرار داره ما مضمون بیولوژی رو تدریس میکنم. مضمون بیولوژی مثلا اگر نبات از هم از نباتات که در مکتب ما استفاده میکنیم و یا مثلا حیوانات از بعضی حیوانات است که مثلا ما موجودات از مثلا خزندگان از گژدم از چلپاسه است مثلا بقه است یا دیگه موجودات دیگه مثل ماهی است مار است گژدم است خرگوش است. علمی چیزا را شاگردایم میگم که در محیط تان است در چهار اطراف تان است برین این از مدل شای کنم اصل شای بر شاگردای خود نشان میتم خوبتر یادشان میمونه و هیچ فراموش شده بدون شک و این همه خوبی ها برمیگردد به که شما خیلی از تجربه خوب دارین. فکر کنید 23 سال شما معلم بودین همه موارد را خوبتر بلد شدین همه شاگردا را خوبتر میشناسین وقتی شما بالای یک تخته استاد میشید حتما میفهمین که کدام شاگرد لایق تر است کدام شوختر است همه موارد بر شما آسان تر شده. امی شاگرد خدا که معلم مشناسه میفهمه که مثلا کدام شاگردم لایق و کدام شاگردم مثلا در حد اوسط و یا تنبل مشناسیم دیگه شاگرد خدا که مثلا کدام شاگرد ما چون ما تقریبا 9 سال میشه که ما در مکتب تدریس میکنم شاگردای خدا و معلم درسم فهم که در طرف شاگرد و یک بار که درس تشریح کنه میفهمه که مثلا کدام شاگردم لایق و کدام شاگردم در اوسط یا کدام وقتی شما وارد صنفا میشین از کدام استادا هستین؟ استادایی که خیلی مهربان هستین استادایی که جدی میباشن و یا استادایی که هنوزم مراحت شاگردا رو میکنن در کار؟ والا هستم هم جدی هستم خوب جدی هستم و هم تا یک حدی مهربان هم هستم یعنی یک معلم باید ممثل باشه هم جدی باشه هم مهربان باشه بعض اوقات ایجاب میکنه که من باید بسیار جدی باشم چون مضمون بیولوژی مضمون صنفای بیولوژی صنفای 12 مضمون است که یک کمک چون بچه ها در سنم قرار دارن دو ورس من باید جدی باشم برای از اینکه جوان های هستن که یک کمک شوخ هستن. شما جناب استاد من هم فکر میکنم مهربان باشین آرام تر باشین. نه دستان جدی هستم جدی رفتار میکنم اما در آخر که باز برای شاگرد ما خیبر جان معلوم است مهربان هم هستم. کوشش میکنیم که شاگردان باید که یک معلم بر علاوه از اینکه تدریس میکنه روی شاگرد خود هم بفهمه که حالت روانیش بفهمه روانشناس هم باشه که این شاگرد در کدام موقعیت قرار داره. بدون شک جناب استاد حالا میشه شما بر ما بگین که جدا از وظیفه از اینکه شما معلم هستین شما هم دوره شاگرد بودن را و متعلم بودن را تجربه کردین بر ما از اون زمانا قصه کنین که شما در کل شاگرد آرام بودین شاگرد شوق بودین و کدام چیز از صنف و از معلم کارهایشان که در صنف اجرا میکرد دوری متعلمی ما خود فراموش ما نشد دوری متعلمی هیچ وقت فراموش نمیشه به یاد ما هست. ما از لیسه روی بلخی فارغ شدیم زیاد شوق بودم بسیار شوق بودم و در زم درس هم میخواندم
هم شوخی میکردم. خوبی دمو بود دیگه. خوبی دمی بود که من هم درس میخوندم، اتا در وقت امتحانا اتر یک بیمه برام گرفت که من باید پس نمانم در فامیلم برام کس پیغور نتا و کوشش کنم که دیگه هم سینفیم پس هم نمانم. از بس که من زیاد تشویش میکردم، من همیشه دندان درد میشدم در امتحانا از بیمه امتحان و زیاد درس میخوندم. و کدام کار استاد خوشتان نمیاد و فکر میکردین اگر ما معلم شوم این کار انجام نمیتونم؟ و در دوره مطالبی من هیچ معلمی رو خوش نداشتم. هیچ خوش نداشتم که من معلم شوم. میگفتم سر سرک جارو میکنم و معلم نمیشم. هیچ خوشم نمیاد از معلمی. باز بعضی اوقات مثل یکان روزی که مثلا معلم در یک جای تقدیر میشه، معلم در یک جای عزت میشه، احترام میشه، بعد امروز امو لحظه از معلمی خوشم میاد. میگم که خوب است که معلم هستم. این همه زحماتتان به در نرفته. انشالله خدا میروان است. خدا میروان است. شما استاد چگونه بود زمان معلم بودنتان را به یاد دارین و امی موضوعات شوق بودن آرام بودن هم به یادتان است که از کدام شاگردا بودین؟ متوسط بودم. متوسط بودم. من تا چوکی شاگردی خودش یک شوخی داره. دیگه پس دیگه پس. تا در سیمینار ها ما که آرام میشه. اگر در یک چوکی که آدم میشه شاگرد، اگر محصل باشن یا شاگرد، بازم در اون چوکی خودش یک شوخی داره. اما وقت فکر میکنم شما معلم شدین، باز از دل معلمین تان آمدین که چقدر این کار چقدر دشوار بوده و باید شما چقدر توجهی خاص برای معارف داشته باشین و چقدر باید خدمات بدین. همیس کنترل کردن سن یک سن فام مربوط خود معلم میشه. اگر معلم بتونه ناموسن فکر نهایت شو خوام باشه، خود ما یک معلم میتونه که به از کدام شیوه کار بگیره که صنف تنظیم کنه. در قدم اول باید صنف تنظیم شود که باز درس هم اگر تدریس صورت میگیره با آرامی صورت میگیره. اگر یک معلم که صنف خود کنترل کرده نتونست، والا که هر چی کنه تدریس صحیح صورت نمیگیره. آها، ان شاء الله که معلمینه که بیننده برنامه ما هستن این همه موارد را که استادای محترم یادآور شدن شما هم مد نظر بگیرید. استاد از کدام شاگردا کم خوشتان نمیه که باید شما هم اونا را سرزنش کنین، یا شوخ باشن یا هم گپ ناشنو باشن، با کدام شما مقابل شدین بیشتر؟ با وجودی که من با همکار مفاجزه با اتر شاگرد که مثلا یا مثلا در مقابل به احترامی کنه یا گستاخی کنه تا به حال روبروی هم نشدیم، اما هم از شاگرده که از ساعتای درسی فرار کنه، گپ ناشنو باشه، کار خانگی خود نیاره، درس آمادگی نداشته باشه، از اون شاگرده باز خوشم نمیه. شاگرده که مثلا یک روز پیش تقسیم اوقات خود دیده، مطابق تقسیم اوقات خود کتاب خود جور کنه، کتاب خود آماده بسازه، یک کمک آمادگی قبلی داشته باشه، او شاگرد طبعا شاگرد لایق زیادتر خوش آدم میاد. آها، این خوب واضح است. استاد شما میشه از اصلمندی تان شما هم یادآور شوین که با چنین شاگردا روبرو شدین و چقدر شما تحمل کردین و حوصله کردین بری شاگردا؟ تا هنوز خود دوت جای قرار نگرفتیم که با کدام شاگرد روبرو شده باشم. از این پس شام دیگه خدا میربان است که چی خواهد. یعنی شاگردای شما نام خدا کل شارام بوده، شما شاگردای شوخ نداشت؟ ما پیشتر هم همی گفت تکرار کردم، او در دست خود معلم است که کنترل صنف و کنترل شاگرد در دست خود معلم. آها، حالا استاد میشه شما خواستتان از وزارت معارف دقیقا یادآور شوین که کدام خواست دارین شما از وزارت معارف و باید دولت هم توجه جدی بر معلمین داشته باشه؟ امی معلم یکی دی خوب نیست که بگوییم که ماش مقدار ماش مانا چیز است. خب خیر، البته اوقات کاری ما همه قدر کم است مطابق به ما اوقات کاری ما. دیگه ای که امی مسئله ناکامی رو باید از بین ببرن، بگوین که شاگرد باید ناکام بانه. اگر شاگرد ناکام نمانه، شاگرد از ما که دوره تعلیمی ما بود از چی احراز داشتیم؟ از ناکامی. آها، بدون شکی. اگر آله برای شاگرد یک گپ خوش داده میشه که ناکامی مثلا نیست، یا شاگرد باید ناکام نشه. اینمی بسیار تاثیر منفی سر شاگردا کردن. شاگرد بیخی بیبند بار شده، شاگرد درس نمیخونه، حتی معلم های طبقه ذکور ما را بعض اوقات تهدید میشه. شما پیشنهاد کردین به وزارت ما را پرسید؟ اگر زمین طریق بشنون صدای ما را، امی موضوعات که مثلا شاگرد باید محروم شوه، شاگرد باید ناکام شوه، شاگرد که مثلا مطابق همو استعدادش چیزی که در ورق حل میکنه و نمور نمره معلم برش میته باید به نمو اکتفا شوه و شاگرد باید ناکام بانه. اما ای که شاگرد میگن کمک شوه که بچه غریب است، بچه غریب باید ناکام شوه، بچه غریب درس بخونه، ما رو مجبور بسازیم که درس بخونه، اگر اون ناکام نشه کی درس میخونه؟ میگه برو کامیاب میشی، مال بیز ناکامی نیست. یعنی میره. اگر از وزارت معارف خواهش میکنیم که می موضوع که مثلا شاگرد ناکام نشه، میره مطلق از بین برن، شاگرد که درس نمیخونه ناکام شه.
شاگرد باید درس بخونه. بدون شک. حال فکر میکنم موضوعات گروپی شده که خیلی از شاگردا گروپ A و B همچنان تا گروپ C است. این موضوع چقدر برای معارف افغانستان تانسته جنجال ایجاد کنه؟ ولی خو از صنف اول تا صنف ده همی پروسه دوام پیدا کرده، اما صنف 11 و 12 ما به قسم سابق هسته که به حساب درجه هسته. یعنی من فکر میکنم استاد محترم اگر گستاخی نشد به موضوعات شما از ما بهتر خوبتر درک میتونید، تهدابش مهمتر است. کالا صنف اول تا ده بدون شک مهم است. اگه اینا ناکامی و ترس ناکام بودن ایجاد برشان نشد، فکر نکنم که برای صنف های بالا اینا بتانن درس بخونن. یعنی باور کنید که ما مثلا در شاگردای خودت تر شاگرد داریم که صنف 11 املا نداره. برای اینه که میگن اصول صنفی باید ناکام نشه. اصول صنفی هیچ ناکامی نیست، چون او تهداب است. اگر از تهداب ناکامی بود، یک حراز در دل شاگرد بود، شاگرد مجبور میشه درس بخونه. اما یکی که میگن برو خوب اصول صنفی 4 و 5 باید ناکامی داشته باشه، او هم به هر صورت. آره برای ما میگن که صنف 12 مثلا ناکامی نیست. صنف 12 میگه ده قدر سال که مثلا یاد نگرفت، ده یک سال هم یاد نمیگیره. چرا یاد نمیگیره؟ یک سال بسیار زیاد است. شاگرد صنف 12 اگر حل نکنه باید ناکام شوه. ناکام شوه که شاگرد مجبور شه درس بخونه. بدون شک. خیلی خوشحال شدیم که امروز شما در برنامه ما تشریف آوردین و ما جمع از استادای محترم را در برنامه امروز داشتیم و حداقل توانسته باشیم همه خدماتشان را و همه کارکردهایشان را به تصویر بکشیم و از اینا هم احوال داشته باشیم. از وزارت معارف همچنان خواسته هایی که داشتن بتونیم که برنامه ما آواز خوب برای اینا بوده باشد و پل ارتباطی میان مردم و همچنان دولت از برنامه ما و امروز هم توانسته باشه که آواز شما را برای کسایی که مسئولین از این پروگرام ها هستند همچنان وزارت معارف رسانده باشیم. و خیلی سپاسگزار هستیم که شما در برنامه تشریف آوردین و از کارکردهایتان یادآور شدین. ما خیلی خوشحال شدیم امروز در برنامه شما را داشتیم و همکاران خیلی خوب ما هم تحفه های ناچیز مد نظر گرفتن برای شما که انشالله برای شما تقدیم میکنیم. هرچی ما از شما یادآوری کنیم و قدردانی کنیم کمتر است. و همچنان این هم برای استاد محترمی که حالا در برنامه ما تشریف آوردن و این هم برای شما میشه. شما خیلی کوتاه پیامایتان در برنامه داشته باشید. قربان شما. اول تشکری از رسانه آینه می کنیم که یاد از معلمین کردن که ما از این طریق مشکلات هایی که ما داریم از طریق همین رسانه آینه مقامات بشنون و به می حرف های ما عمل کنن و از مشکل معلمین خبر شن و یک معلم درک کنن. بدون شک. قربان شما. سلامت زنده باشین. شما در برنامه تشریف آوردید. شما جناب استاد تشکر از شما و از همکارایتان که ما را اینجا در و از چینل تلویزیون آینه تشکری میکنیم. ما همی پیامی که بر وزارت معرف داریم، خدا کنه که شنیده باشن و بشنون و عمل کنن. عمل کنن. عمل کرد باشن. عمل کنن. عمل کنن. جهان سپاس. تشکری ویژه و خاص میکنم از همه شما استادان محترم که امروز در برنامه ما تشریف آوردین و زحمت کشیدین. تشکر از میهمانان خیلی خوب ما که امروز در برنامه تشریف آوردن. امروز 13 میزان روز جهانی معلم بود که مختص برنامه ما بر روز معلم بود و همه معلمین که امروز در برنامه تشریف آوردن قابل قدر بودن. اینا کارکردهای خیلی فراوانی داشتن. چندین دهه اینا مظهر خدمت به معارف افغانستان بودند و پیامایی که اینا داشتن و خواستهایی که داشتن ان شاءالله که وزارت معارف همچنان دولت توجه جدی به معلمین محترم ما داشته باشند. و تشکری خاص میکنم از همه دوستانی که امروز بیننده برنامه ما بودین و تا پایان برنامه ما را همراهی کردین و همچنان از همه همکارانم هم که در پشت صحنه زحمت کشیدن، از بخش کمره، از بخش خیبرجان کالا میمان ها را هم آهنگ کردن و زحمت کشیدن و همه همکارانم که بیشتر اگر نامایشان را بگیرم از یادم میره و ما فکر میکنم همین که در مجموع و در کل از همشان تشکری کردم کفایت میکنه. تشکر از شما دوستانی که امروز بیننده برنامه در امتداد روز بودین. فردا هم انشاءالله منتظر ما باشین. بدون کدام واقع الهی در خدمت شما ایزان قرار میگیریم. تا فردا همیتونه با خداوند یکتا منت میگذاریم. وقت شما بخیر.